وقت شما بخیر. به گفته مقامات سازمان ملل، گروه شبه نظامیان شیعه زیدی موسوم به حوثی‌ها در یمن، دفتر حقوق بشر سازمان ملل در صنعا را تصرف کردند. در همین راستا فولکر تروک، رئیس حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه گفت که گروه حوثی‌ها پس از وادار کردن کارگران یمنی سازمان ملل به تحویل وسایل دفتر حقوق بشر، از جمله اسناد و اساسیه، ساختمان دفتر حقوق بشر سازمان ملل در صنعا را به تصرف خود درآوردند. وی در ادامه تاکید کرد نیروهای انصار الله باید فوراً محل را ترک کنند و همه دارایی‌های این دفتر را برگردانند. گفتنی است شبه نظامیان شیعه زیدی موسوم به حوثی‌ها ادعا می‌کنند اعضای سیستم‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل در این دفتر مشغول به کار بودند و ویدیوی اعترافات آنان را نیز منتشر کرده، اما دفتر حقوق بشر سازمان ملل این ادعا را رد و مدعی است که این اعتراف‌ها تحت فشار اخذ شده است. محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول، پیرامون این خبر با ما همراه هستند. آقای لحمی، سلام و عرض ادب. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام عرض می‌کنم خدمت از دفتری به تمام بینندگان شبکه جهانی افغانستان. والا از دیر ایام مشخص بوده که جناب لحمی، صدای منو دریافت می‌کنید؟ بله. جناب لحمی، دلیل انجام رفتارهای فراقانونی برخی گروه ها، آن هم با نهادهای بین المللی حقوق بشری چیست و در صورت تداوم این گونه رفتارها دنیا به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ بفرمایید. مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت اعضای و بینندگان محترمتون. از دیر ایام مشخص بوده که جمهوری اسلامی چه نیروهای تحت نظارت مستقیم و چه نیابتی خودش رو برخلاف تمام شرایط دنیا راه برده و عرض به خدمتتون که منباب این نیروهای نیابتی انصار الله، حزب الله، همیشه در سراسر جهان با ساز جامعه جهانی مخالف بودند. البته یکی از دلایلی که خود حوثی‌ها امروز عنوان کردن اینه که عدم اعتماد به نهادهای قانونی رو دارن، افزایش فشارها و تنش‌های سیاسی و اقتصادی یا نظامی گروه‌ها به این رفتارهای غیرقانونی اونها رو وادار می‌کنه، عدم پاسخگویی نهادهای بین‌المللی، حالا شامل سازمان ملل، و ناکارآمدی اونها و اینکه اونها از مواضع استراتژیک خودشون عقب‌نشینی می‌کنن، گروه‌ها رو خب به طب عرض به خدمتتون که جسورتر میکنه. این رفتارها معمولا ناشی از شرایط پیچیده چند وجهی رخ میده که در آینده هم خب ما باید منتظر بی‌ثباتی، بحران‌های انسانی، درگیری‌های داخلی و بین‌المللی همونجور که الان داریم در منطقه خاورمیانه میبینیم، افزایش خشونت و افراط‌گرایی رو باید ببینیم و انتقام‌های چرخه‌ای که روز به روز در منطقه خاورمیانه داره بیشتر میشه و خروجی این هم کاهش اعتماد عمومی از جوامع مختلف جهانی. بله، ممنونم. با تشکر از آقای محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند.